نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسین شیرازی روز شنبه اول رجب سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله لزما شیرازی در رابطه با حکم مصرف توتون و سیگار فرمودند مصرف توتون و سیگار اشکال ندارد البته شاید مکروه باشد چون های مختصری دارد اما ضرر بالغ ندارد معظم الله در رابطه با حکم مصرف و فروش مواد مخدر فرمودند مصرف و فروش مواد مخدر جایز نیست مگر به عنوان معالجه و به مقدار ضرورت باشد اما اگر باعث ایجاد فساد در جامعه شود حرام است ایشان در رابطه با مصرف توتون و سیگار و مواد مخدر در ماه رمضان فرمودند برخی از مفترات روزه اجماعی است و برخی محل خلاف بین فقه هاست و نسبت به قبار قلیز روایت دارد خانه ای را جارو کرد و گرد و خاک وارد بینی و حلقه شد و قالب فقه ها فتوا یا احتیاط وجوبی دارند که رسیدن قبار قلیز به حلق مفتر است در رابطه با بخار قلیز و دود نیز همین را فرمودند آیت الله شیرازی در ادامه فرمودند البته برخی از فقها ها به عنوان بحث علمی گفتند که اشکال ندارد اما در مقام فتوا از جمله در میان هاشیه های مختلفی که بر اور و لوسخا زده شده حتی یک مورد فتوا وجود ندارد که بگویند اشکال ندارد لذا در اور و لوسخا به عنوان فهم عدم خصوصیت هم دود قلیز سیگار و هم بخار قلیز از مصادیق قبار قلیز تلقی شده است با هم فرماشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم مفترات مگه فقط شربه ده تا چیزه یکی شربه فقط همین دوتا؟ نه نه چیزه اخذ شربش که روزه باطل بکنه نه <applause> 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 عراقی ها که میگن یشرب شرب میگن اما نه نمیخوام من بگم نه اخه عرض کردم روایت خوندم او کن سبیتن فدخل الغبار انفه و حلقه یکی از مفتراتیه که جماعتی از فقه ها فتبا دادن که مفتر بعضی هم احتیاط وجوبی کردن لازم شرب باشه لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و چهل و پنج دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس یک سال بیس هفتاد بیننده نشست علمی باشید.